فصل ششم. ای برادران، اگر کسی در حین ارتکاب خطا دیده شود، شما که روحانی هستید او را با روح فروتنی به راه راست آورید. اما مواظب خود باشید مبادا شما نیز دستخوش وسوسه شوید. بارهای یکدیگر را هم کنید و به این طریق قانون مسیح را به جا خواهید آورد. اگر کسی خود را شخص بزرگی بداند در حالی که چیزی نیست، خود را فریب می دهد. هر کس باید رفتار خود را بیازماید و اگر رفتارش پسندیده بود می تواند به خود ببالد و لزومی ندارد که خود را با دیگران مقایسه کند. زیرا هر کس باید متحمل بار خود باشد. محصلین کلام خدا معلم را در تمام نعمات خیش شریک سازند. فریب نخورید. هیچ کس نمی تواند خدا را فریب دهد. زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. مثلا اگر کسی بذر در کیسزار هوا و هوس خیش بکارد، از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد، و اگر در کیسزار روح خدا بکارد، از روح حیات جاودانی را درو خواهد کرد. از انجام نیکوکاری خسته نشویم، زیرا اگر دست از کار نکشیم، در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم کرد. پس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم، مخصوصاً به کسانی که در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند. ببینید من با دست خود با چه حروف درشتی برای شما می نویسم. مقصود آنانی که شما را به ختنه مجبور می کنند این است که تظاهر کنند و مخصوصاً آنها نمی خواهند به خاطر صلیب مسیح جفا ببینند. حتی آنانی که ختنه دارند، شریعت را به جا نمی آورند. آنها می خواهند که شما ختنه شوید تا به اطاعت شما در یک عمل جسمانی ببالند. و اما من، خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم، که به وسیله آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا. داشتن و یا نداشتن ختنه مهم نیست، بلکه فقط خلقت تازه اهمیت دارد. به همه آنانی که در زندگی خود از این قاعده پیروی می کنند، یعنی به اسرائیل حقیقی خدا، آرامش و رحمت باد. دیگر هیچ کس مزاحم من نشود، زیرا داغهایی بر بدن خود دارم که نشان می دهند من غلام مسیح هستم. ای برادران، فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد. آمین.